سلام دوباره، صبح بخیر به شما. در بخش خیابان هستیم و این بخش همکار ما سمیر صدیقی تقدیمتان میکنه. بله سمیر، همیشه به جاده هاست و امروز فکر بکنیم که کجا هست و ما تا هنوز نمیدانیم، ولی گفته که من خودم براتون میگم کجا هست. بله پس میریم به طرف سمیر جان. سلام سمیر، صبح بخیر. همچنان سلام بر شما همکارای عزیز، صبح شما و تمام بیننده عزیز ما بخیر. خوش آمدین به بخش خیابان. امروز ما آمدیم به منطقه کلوله پشته و در اینجا خواستم که احوال دوستای ما را، هموطنان ما را که کلچه تنوری پخته میکنن، اینجا احوال از اینا را بگیرم و شما فکر نکنید ما آمدیم به خاطر کلچه خوردن، آمدم که احوال نمی هموطنان عزیز ما را بگیرم دیگه. انجینر صاحب سلام، صبح شما بخیر. خوب هستین؟ صبح شما بخیر. خوب هستین؟ خیر خیرتیس؟ سلامت باشین، بخیر باشین. من تو بسیار دیر بود آمدین، خوش آمدین بازم. تمام دوستای ما شما را هم تو به شکل زنده میبینن، اگر سلام پیام کلام داشته باشین دازم بگوین که شما اینجا چی مصروفیت دارین. سلام بیننده های عزیز، من انجینر احمد جواد هستم، یکی از مسئولین همینجا. دیگه کدام وظیفه خاص مشخص ندارم، صرف میایم میگن وقت نظارت میکنیم. اینجا تنها کلچه پخته میشه؟ تنها کلچه پخته میشه و بولونی هم بعضی وقتا پخته میشه. خب بولونی هم اینجا پخته میشه. خب بولونی تندوری هم بعضی وقتا پخته میشه. بله کلچه تنوری خوشرو، خوش ذائقه، خوش مزه است. هر کس خوش داره و دوست داره که در چای صبح نوش جان کنه. هر کس که دلش میشه میل لحظه بر ما زنگ بزنه که ما برش بیارم، اگه دلت نمیشه دیگه هیچ ما و هیچ شما. خب انجینر صاحب اگه اجازه شما باشه کمرای دوستای ما در مورد کلچه. سلام بر شما، همچنان صبحتان بخیر. صبح شما هم بخیر. خوب هستین؟ شکر الحمدلله بخیر باش. شما هم کارتان ادامه بدین که ما مزایم کارتان نشون که مشتری بیان بدون کلچه نمانن و در جریان کار صحبت ها رو ادامه بدین و ما اگه اجازت باشه من قدر تعریف کردن این کلچه کمک بخورم که واقعا مزه دار است یا نه. نه واقعا از کلچه بازار کده یعنی کلچه تنوری بسیار مزه دار می باشه. زیاد چیلی نام نمی باشه؟ کلچه دیگه همون تو گرم و نرم و مزدار امیل از از تنور بنام دار. خب اگر من تا آخر بخورم خب صحبت های مونه ایده یک چکدگاه میگیرم دیگه اینجا میمونم. امرای علی احمد جان صحبت میگم. علی احمد جان، چی باعث شد که شما اینمی کلچه پذیر آغاز کنین؟ در می کار شوقم شد، علاقه پیدا کردم و می کارت به تمام هموطنهای خود خواستم که یک چیز خاص برشان پخته کنم که نوش جان کنن. قسم که من معلومات دارم که همتون اولین بار شما اینمی کلچه تنوری رو در کابل پخته کردین. دیگه آل چندین جای دیگه هم جور شده. خب ما فکر میکنم که مزه‌دارترینش اینم اینجا است. شما در این کلچه چی مندازین که تو مزه‌دار میه؟ من بخی هیچ نیم کلچه رو باید از بگیرم. این کلچه چیز خاص نیست، فقط روغن است، بوره است، شیر است، یکم موادایی که در کلچه اضافه میشه از او است. دیگه می کنجست یا دانه در روش میزنیم. کار میکنین اصل هم از فکر میکنم در روش میزنیم. بله اصل در روش هست. همکارای عزیز ایمل جان، مریم جان، ببخشین جایتان خالی دیگه. بسیار مزه‌دار است، بسیار خوش طعم است. نوش جان، سمیر جان، خب آقای ایمل جان، این تندورتان چند تا کلچه گنجایش داره که بزنین؟ این تندور ما از این کلچه‌های خرد تقریبا 120 دانه جای میشه و از این کلچه‌هایی که کلان است 70 دانه جای میشه. بسیار خوب است. کلچه هم خرد است هم کلان. به خاطر از اینکه برای دوستای ما سوال خلق نشه قیمت شما بپرسیم که یک دانه کلچه چند مفروشین شما؟ کلانش که است وزنش 220 گرام است، قیمتش 20 روپ است. خردش وزنش 115 گرام است، قیمتش 10 افغانی است. خوب است دیگه، قیمت شما قدر بلند نیست که کس خریده نتانه، هر کس میتونه که بخره. این دیگه تنها در چای صبح نوش جان میشه؟ این یک چیز خاص است به خاطر که از اینجا مشتری های ما میاد تا پاکستان، این جرمنی، ایران تا بال زیادتر بردین. تقریبا در حدود 50 دانه، 100 دانه، 40 دانه میبرن. خارج کی رو برن خراب نمیشه؟ نه تقریبا که در پلاستیک باشه یک هفته میشه کار میده. اگر به چیز ضرورت دارین که ما مینه آهسته استا پیش کنم. علی احمد جان، وزن یک دانه از این چقدر میه؟ وزنش 220 گرام میه. 220 گرام.
اینجا شاگردم امروز شما کار میکنه دیگه، همیشه مصروف توزیع کردن نان میباشه دیگه؟ بله تقریبا در حدود 4 تا شاگردم داریم جا کار میکنن. باش کمی اول شاگردکتون بگیریم که از ما ناراحت نشه. سلام، صبح شما بخیر. خوب هستین؟ خیر تیس. صبح شما بخیر. خوب هستی جان جورا؟ بخیر هستی. سلامت باشی، بخیر باشی. خودت دیگه وظیفه تنمی توزیع کردن است؟ وظیفه ما هم توزیع کردن است. یک نفر بیا کلچه بتونم شب پیسی شب بگرم خلاص. عزیزی بگو که امروز این دستکش رو پوشیدی، کلاه رو پوشیدی یا همیشه می پوشی؟ همیشه می پوشیم دستکش و کلاه رو. خیلی ببین همیشه بپوش، بخاطر از اینکه دستا همیشه آلوده می باشه با این چیزای دیگه که آدم دست می زنه. این چیز پاک است که مشتری هم وقتی که می وقت طرف خود نبینه دیگه همیشه باز مشتریت میشه، می خواهی که همیشه بخره. صحیح؟ صحیح. بخاطر که دمی بعض جا خصوصا نانوایی داشت جا می نه شاگردا دیگه دستایشان پشتر ترقیده یک رقم تو چرکک می باشه. از شما نام خدا خوب است که دستکشوها رو پوشیدین، مراحت کردین کلا 100% برای همو خود فروش شما خوب است. بله. خب این که پس پیش علی احمد جان بریم. علی احمد جان در چند دقیقه پخته میشه یک دانه کلچه؟ یک دانه خونه تقریبا تندور 70 دانه میبره، تقریبا در 20 دقیقه 25 دقیقه که خوب صحیح سرخ شه مغزش پخته میشه. اجازه است که ما یک همکاری کنیم اینجا کلچه بزنیم؟ آه اگه چکید اگه چکید دیگه اوش گناه من نیست. نه امشالله نمی چکم، اینجا بگیرم. خب ایره بگیرم. نه انشالله که خدا نمی سازانم. انجینر سب از پسر صدا میکنم اگه خدا نسازانی. بسم الله الرحمن الرحیم. بگوی ما نه برو قصر نیست. نمی چسبی چرا؟ خود تا دست آموخته شد، باز که آموخته شدی باز می چسبه، غیر از او معمولا دیدم تو کارا وقتی که آشنایی نداشته باشی عجب که بزنی اید نمی چسبه. همین شاگرد های ما هم که میگه یکام دفعه اجازه نمیگره، هرچی میزنه زیر مفته میگم دستتانم آموخته نیست، باز اجازه هم بگره باز می چسبه. خب علی احمد جان بیم که در مورد از این صحبت کنیم که شما درس تعلیم چیز خواندین نخواندین؟ ما خودم 12 را خلاص کردیم در مکتب سیدان ناصری دیگه، نسبت به اقتصاد که از دست ما نشد دیگه بازم در کوششش هستیم، بازم اگه از دست ما شوه بازم به درسای خود ادامه میدیم. بیشتر جوانا رو وقتی که من میرم میبینم ملاقات میکنم و اینمی علت نباشه که از درس خواندن اونا پس میمانن، فقر و بیچارگی و اینمی تنگ دستی که باید نفقه پیدا کنن برای فامیل خودن و به اون باعث میشه که اینا درس نمیخوانن. خب به هر صورت شما میتونین که بعد از این بخیر یک پلان بگیرین، هم درستان ادامه بتین و هم به میکار و بارتان، چون بدون پیسه هم نمیشه که زندگی کنی دیگه، مجبور هستی که اون نفقه فامیل خودت آماده بسازی. بله. خب شاگردا کلش همراه خودت کار میکنن مکتب نمیرن؟ شاگردا کار میکنن، همینجا کار میکنن، مکتب خودم میرن، بازش مکتب میره، بازش که وطنشان دور است اینجا آمدین به کار مکتب نمیرن. علی احمد جان خودت چقدر وقت میشه که این کار رو پیش میبری؟ من خودم در حدود 5 سال میشه که کار شروع کردیم در این همینجا. زیاد وقت میشه خیلی. کلچه رو بزن عزیزم، کلچه رو بزن که کلچه نمونه که تندور خالی نمونه که باز یخ میشه. راستی امی کلچه در گاز خوب پخته میشه یا در چوب؟ کلچه در گاز خوبش پخته میشه به خاطر که نه دود میزنش و نه سیاه میه و نه کدام چکیده مکیده چیز از او نمیشه. باز مردم ما میگن که همیشه غذا در چوب پخته شه مزه‌دار میه، چی مثلا کلچه باشه، نان باشه یا غذاهای گوناگون باشه در چوب میگن خوب خوش ذائقه بیه، این چی علت است، چی باعث است؟ چوب که از حرارتش تیزتر است از گاز کده، حرارتش تیزتر است به خوبی خوب مغزش خوب پخته میکنه و در گازم که کوشش کنی انشالله اگه از او کده بهتر نبیه بهتر هم نمیاد اگه انشالله خوبش میاد. علی احمد جان مشتریتان خوب است اینجا؟ فضل خدا خوب است، ها مشتری داریم، مشتری زیاد داریم انشالله. خدا را شکر به خاطر کم قدر زحمت میکشین اما قدر پس فروش داشته باشه و شما عاید بکنین. خب
اما کلچه که ما زدیم امو علی اما جان چند دقیقه دیگه پخته خواهد شد که آل وقت ما تمام نشه؟ 20 دقیقه بعد پخته میشه. 20 دقیقه بعد پخته میشه. ما گفتم که اگه نمو را بکشم ببینیم که کلچه که ما در تنور زدیم او چی رقم آمده. از من کجا پلیت هست بخاطر از اینکه یک سلی زدمش نچسبی دوی سلی دو مثل اون بلاخره خدا چسبان. سلام، صبح بخیر، خوب هستین؟ علیکم السلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید. بخیر هستین، صبح بخیر آغاز کردین. بخیر باشین، شما خوش آمدید. مردم هم اینجا و هم خانه در کلچه میبرند. بله. بایی تندوری زی خوش ذائقه است، هم اگه خوش دارم. بله، چون کلچه تازه است، تندوری سی ذائقهش خوب است، مشتری ها خوش میکنند. کسی به خانم جای بخواه درخواست کنه برش میبرین؟ بله، چرا نه؟ بایین خیلی که دوستان منتظر هستن، دیر نشن. وقت خوش، خداحافظ، روز خوش. ما کمک شوم. زنده باشید. تشکر. تشکر یک جان. فکر میکنم که وقت ما تمام است. همکارای عزیز ایمان جان، مریم جان، اگر کلچه نوش جان میکنین که ما براتون بیارم. خلط بکنیم ما صدای مرای ایمان جان. بله بله سمیر جان، ما آدم های بیکبر هستیم، هر چیز باش ما میخوریم. بسیار تشکر سمیر صدیقی، سلامت باشیم. قربان همت آدم های بیکبر. این دیگه علی ایمان جان، اینمی یک چند دارم اینجا گوشه میکنم که همکارا مختنا نیستن دیگه، همکارا یک در جان امرای ما هستن، هر چی که اشتیا داری یک... هر چی که میخوری دکان از خودشان هست. خب اینه اما که بس از دیگه ایمال جان، فقط اینی بس از دیگه، اینه مقدر کفایت میکنه، یکی بر ما یکی بر مریم جان. تشکر میکنیم از شما همکارای عزیز و از بیننده عزیز، آخرین گپای شما رو میشنویم، وقت ما تمام است. علی ایمال جان، آخرین گپ ما همی هست که می خواهیم خدمت کنم به مردم، یک چیز صدره صفا پخته کنم تا مردم با اشتیای خوب کلچه ما را نوش جان کنن و سلامت باشین، خیر ببینین، تشکر. و آخرین گپ ما، پیام ما همیشه بر شما و به وطندارای ما می است که همیشه در کار بارتان صادق باشین. همکار عزیز تشکر از شما و بیننده عزیز، وقت خوب و خوش داشته باشین همتون. یک زمان وقتی کلچه تیار میکردن در خانه، بازی نقش و نگار کسن، بازی را همراه انگشتانه و بعضی چیزهای دیگه جور میکردن. نمیفهم که بازی وظیفه خردای خانه می بود. خردای خانه می بود، بازی را مجبور بودیم دیگه که جور بکنیم. روزایید که میشد باز انگشتانه هم پیدا نمیشد در خانه. خب ما وقفه خود گرفتیم، ولی پس از وقفه میریم به طرف خبرهای ساعت 8.